ناتو و اتحادیه اروپا در رویارویی با تهدیدهای داعش و روسیه به مقابله با تاکتیک های ترکیبی جنگ میاندیشند. این ماحصل نشست وزیران امور خارجه 28 کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا در ترکیه است. دبیرکل ناتو در یک کنفرانس خبری با تاکید بر تقویت همکاری میان اعضا گفت در فضایی از نظر امنیتی خطرناکتر، ناتو به حمایت و دفاع از هر یک از متحدانش در برابر هر تهدیدی ادامه می دهد. به همین دلیل است که ما باید اتحادمان را با فضای امنیتی جدید هماهنگ کنیم و دفاع گروهی را از زمان پایان جنگ سرد تا کنون به بیشترین اندازه تقویت کنیم. استفاده روسیه از نیروهای نظامی بینامونشان و دیگر شیوه های غیر متعارف در اوکراین که از سوی غرب بارها محکوم شده اعضای ناتو را به تکاپو انداخته تا موضعی سرسختانه در برابر این کشور در پیش گیرند جدا از بحران در اوکراین برخورد با گروه داعش و مسئله مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه از جمله مباحث مطرح در این نشست دو روزه بوده است